گرامی مشکلی هستم بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز جمعه 12 از ماه سپتامبر سال 2008 میلادی، روزهای جمعه به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت محلی لس‌آنجلس در خدمت شما هستم. متون قدیمه را می‌خوانیم، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی از آثار متین و بلندپایه زبان فارسی. امشب داستان مربوط به فردوسی و مناسبات او با دربار محمود که منشأ بسیاری افسانه ها شده است و برای نخستین بار نظامی عروضی اون را به قلم آورده، به حدود 150 سال بعد از مرگ فردوسی، رو برای شما خواهم خواند. این رو فرمایید یه قدر برای شما بخوانم که تا کنون نخواندم. ولی اون دوست گرامی بسیار محترم از خراسان هستند، بسیار خواهم بود که روزن آقا خانده اید، اما فکر که میتونم یکی رو خانده باشم. این غزلی که به قول مرحوم عباس اقبال آشتیانی که بزرگترین محققان ما بود و یکی از شریف‌ترین ابناء روزگار هم بود، استاد دارالفنون بود، معلم تاریخ بود، آثار بسیار بسیار جالبی بر جای گذاشت از تاریخ، این غزل رو بهترین غزل حافظ میدانست. اقبال بر این بود که انحطاط ادبی که به ایران وارد شد بعد از حمله مغول است در سعدی تأثیر مانده، اما این انحطاط به حافظ اثر کرده، اما توضیحی نداد مرحوم اقبال که مقصود اون چیست. او میگوید سعدی با اینکه استادی در حد خود در اختیار نداشت، زبان فارسی رو به اوج اعتلا برد و معیار زبان قرار داد. این رو دلیل نبوغ سعدی میداند، حافظ رو داره این شرایط نمیداند. مرحوم اقبال باری ضمن تعظیم و تکریم بسیاری که در حق خواجه بزرگ شیراز دارد، اقبال آشتانی بر این بود که این غزلی که امشبتون میخوانم خدمتتون بهترین غزل حافظ است. به چه دلیل؟ مراجعه رو فرمایید به عرض کنم مقاله مرحوم اقبال آشتیانی. اون قالی خط گرسون ما نام نوشتی، گردون ورق هستی ما در ننوشتی. هرچند که هجران ثمر وقت برآورد، دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی. بله، این مضمون هم البته از سعدی که بیت رو فراموش کردم به امید آن که روزی به شخص مفتد به پایی. بله، که خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن، به امید آن که روزی به کف افتد وصالی. که منطق کلام کاملا درست هست، مغالطه‌آمیز نیست، اما این بیت عرض کنم که مغالطه‌آمیز هست. هرچند که هجران ثمر وقت برآورد، not necessarily، هر هجرانی ثمر وقت نمی آورد. سعدی میگوید به امید اون که، اگر امید به سال باشد هجران رو میشود تحمل کرد، اما هر هجرانی منجر به سال نمیشود. بگذاریم، هرچند که هجران ثمر وقت برآورد، دهقان جهان کاشت این تخم نکشتی. آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاری چو حوری و سرایی چو بهشتی. در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. در نبود بالش آکنده پر، در نبود بالش آکنده پر، خواب نتوان کرد حجر زینده پر. در نبود دلبر هم خواب پیش، دست نتوان کرد در آغوش پیش. استاد سعدی شیراز. بله، همون مضمون هست. بله، در مرتبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. مفروش به باغ ارم و نخبت شداد، یک شیشه می نوش لبی و لب کشتی. یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی. تا که همه دنیای دنی ای دل دانا، ای فرز خوبی که شود عاشق زشتی. آلودگی خرقه خرابی جهان است، کور آخروی اهل دلی پاک سرشتی. از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ، از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ. تقریب چنین بود،
چه طرز میشه نهشتی میشه. من فکر کنم که بسن غزل حافظ هم نیست، مولانا غزل متوسط حافظ هست. حالا به چه دلیل این استاد بزرگ گمان میکردیم بسن غزل حافظ هست؟ راستی از خود ایشان پرسیم. بله، یک موضوعی بنده به میان آوردم اینجا در باب ذهنیت حقیر یا ذهنیت اسارت بهتر است بگویم، و این امر رو تعمیم دادم به ما مردم استبداد زده که چگونه در بین ما ذهنیت آزادی و آزادگی رفت بربسته و ذهنیت ما کاملا ذهنیت زندانی. اعمال رفتار ما، جهان‌بینی ما، گفتار ما، از کنن چیزه های برخورد ما کاملا مشابه هست با کسانی که دراز مدتی در زندان بودن. حالا بسیاری از دوستان علاقمند این بودن، به خصوص دوست گرامی، از کنن که زنی زدن سری روز آقای مهندس نصرتی که این مطلب رو اندکی بیشتر در بابش توضیح بدهید. فکر میکنم مطلب خوبی بایستی اون رو گسترش داد. گمان بنده این هست که بعض مطالب مربوط میشد به علم روانشناسی و متاسفانه بنده سراغ ندارم هنوز یک روانشناس ایرانی رو بنده هنوز نمیشناسم. یعنی اون کسی که مطالعات او، تحقیقات او، عرض می کنم که اون که مد نظر روانشناس هست در باب از این شبه که محرک و کسی که مورد اون تحریک واقع می شود در عکس العملها که از داخل جامعه ایران باشد. این علم روانشناسی خواستگاه مغرب زمین بوده. علم روانشناسی مدرن رو هم که همه می دانن آقای زیگموند فروید آغاز کرده و اساساً اون که ایشان گفته است و دیگران گفتند و از توسعه یافته است در این جوامع مغرب زمین مبتنی بر فرهنگ یهودی مسیحی است. این به درد ما ممکن است نخورد، مگر در مواردی که بیماری های فیزیکی مربوط به ساختار مغز هست و این چیزها که دارو بنویسن اینا. اما این نفسیات ما، نفسانیات ما به طرف نتون بگم و اون که ما را آزرده می کند یا خوشحال می کند، این محرک ها کاملا فرق می کند با از کنند که اونچه در مغز زمین هست. این هست که این علم روانشناسی علم دقیقی نیست، این علم محلیست به گمان من. یعنی اون چه فرض کنید که یک خانواده آمریکایی رو ممکن است خوشحال کند، ممکن است که اساسا روان پریشی بیاورد برای یک خانواده ایرانی یا یک خانواده عرب و اینها. این هست که این علم فیزیک و ریاضی نیست، علم دقیقی که بگوییم قوانین نیوتن همه یک جور عمل میکنند. در ایران اصلا جغرافی نمیشناسید، جهان شمول هست علم فیزیک یا علم شیمی. مثلثات و هندسه و اینها عرض کنم که فرهنگ و اینها نمیشناسند، اما این مطالب مربوط به علم روانشناسی بسیار بسیار مربوط هست به سوابق ذهنی، به ملکات ذهنی، به ورز کنند به جهاندینی، به دین، خون و سرش، فرهنگ، جغرافی، اینا همه در روان ما تأثیر میذاره. بنابراین این که میاموندیم در مغرب زمین یک چیزهایی میخوایم تأمین بدهیم به جامعه شرقی، به بمانه من این چیز دقیقی نیست، ممکنه تو کار ما نخورن. باری مقصود این بود که لازم است بعض روانشناسان در این باب تحقیق بکنن. این راهبر میشود به شناخت بیشتر ما که ما چگونه این ذهنیت رو توسعه دادیم. 1500 سالی و یا بیشتر که ما اسیر هستیم، این رفتار ما رفتار آدم های اسیر هست. در زندان عرض کردم آدم ها که میمانند مدت زیادی که از زندان بودن که میگذرد اساسا عادت میکنن، جزء مؤسسه زندان میشوند، اینستیتوشنالایز میشوند. یعنی مثل این که تداوم زندان هستن وجودشان و گمان میکنن اگر اینها رو آزاد بگذارن میمیرن، در جهان بیرون و جهان آزاد نمیتوانن زندگی بکنن. گمان میکنن که اگر این رئیس زندان بمیرد و سکته کنه بی پدر میشه، بیچاره میشه. شاید مرحوم میرزاده عشقی به این امر توجه داشت که گفت ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قحط و رجال است، عراقی از جنوب و از شمال است، در این مخلوق آزادی وبال است. یعنی آکس که به ذهنیت اسارت و فضای زندان آرد کرد، آزادش کنی نمیتوانه خودشون در جامعه آزاد پیدا بکنه. دلش میخواد یه کاری بکنه، چه بسه چاقو میکشه، یه کاری میکنه برای کردن زندان. در این زندان اندیشه های خیال بافی هست، اما عملی در باب بهبود وجود نداره.
افقهای دوردست مد نظر نیست و خلقیات زندانی معمولا خلقیات پستی می شود. رفته رفته زندانیان از هم فضیلتی نمی آموزند، بلکه رذیلت های هم رو تقسیم می کنند. شیوه ترفند های شیوه های دزدی چاپ و کشی چگونه بکنیم، جعل سند چگونه بکنیم، اسکناس چگونه چاپ بکنیم، همه رو هم یاد می دن. و بسیار موارد یقه همدیگر رو هم می گیرند و دعا می کنند که این رئیس زندان نمیره و عرض میکنم که چون زندانی راه دیگری نمیشناسه و عرض کنم پناهی نداره، بیچاره پناه میآورد به شاپلوسی و تملق و زبونبازی و عجز و انکسار در مقابل رئیس زندان و اون پاسبانا و اینها که کارش انجام بشه. در زندان اما ماشالله ماشالله امنیت اما هست، خدا را شکر امنیت برقرار. چنان منظم این زندان اداره میشه که باورتون نمیشه یک کسی کار کوچیک بکنه همه رو مندن به شلا. آقا امنیت رو برقرار بکنه ماشاءالله. حالا بعضی از این در مثل های مستحجن هست در زبان عوام که بسیار گویا خیلی خیلی از شما عوض میخوام چون بعضی کسان هر چقدر که کلا سر ما گذاشتن و موضوع آزادی و امنیت رو برای ما یکی جلده دادن و آزادی رو گرفتن به ضرب شما امنیت رو آوردن به اینها. هر شبت که میگویم که یه کسی گاوی فروخ یه دهاتی بردخ کلو ترش گذاشت که این گاو چنین هست و چنان هست و نو مشیر می دو فران یه گاو برای مدید دهاتی بیشاره هیچ شیری نمیدونستی با آقا راضی هستی از گاو ناگو والا شیری که نداره. خیلی عوض بخون اما ماشالله به شاشش چه می کنه. هر شبت که این دیکتاتورها وقتی که از سبتی حالا یه کودتا میکنن یا یه خارجی رو حکومت میکنن و اینها که دوران اینها تمام شده، در واقع این دوران این کارها به طور کل تمام شده به معنی این که این رول فرمان قدرت رو به دست میگیرن به اینها. اول کاری که میکنه خاص نظامی برای خودشون ترتیب میدن. حالا نه صدای سمه از چنیده و قول فردوسی گفت تو از مردان جنگی کجا دیده ای؟ وانگ سیع از مرکبه ای نه قرش توپخانه ای نه جنگی. اما ماشاءالله از اینجا تا اینجا در پتسی و اینا هر چی پیدا میکنن اینا آویزان میکنن خودشون رو سعی میکنن ارتشی و اینا جلوه بدن و خود رو بلافاصله فرمانده قوای مسلح میکنن. این کار اینا بوده از صدام حسین بگیری تا استالین خودمون هم داشتیم هنوز هم داریم. اینا اول کاری که میکنن آقا ارتش مال ما در اختیار ما به نام ما، در حالی که این ارتش آقا این خرجی که این مردم میکنن پول گیر زن و پیر زن و دهاتی و بدبخت خرج این لباس و این توپ و تفنگ و تانک هست از مردم هست، برای دفاع از این مردم هست. این آقا همه رو در اختیار میگیره که تو سر اون مردم بزنه. شما نگاه کنید این ارتش های کشورهای دنیا سوم هیچ ارزی در میدان جنگ هیچ موقع نشون ندادن. اما ماشاءالله وقتی میرسه به کشتن لورا و کردها چه میکنن این تیمسارها. بیایید ببینید چه میکنن سوپ و توپخانه به سر مردم بیچاره نمیزنن نمستنی و بختیاری و کرد و امنیت رو برقرار میکنن. مو رو از ماست میکشن در امنیت. صدام حسین اونچنون امنیت برقرار کرده بود که هر شبت که شما از این بر عراق تا اون بر عراق هر کسی حرکت میکرد چطور جرأت نمیکرد. ماشاءالله یه زمانی هم در ایران از بندر عباس خانم میرد به شما کسی جرأت نمیکرد. فلان این خواص زندان هست، این خاصیت استبداد و زور هست. امنیت اولین کاری که میکنه باید امنیت رو برقرار کنه، سرکوب بکنه مخالفان رو از زن سرکوب میکنه خود به خود امنیت هم میاد. دوستان محترم اون کسی که آزادی و حیثیت انسان رو با قضیه امنیت در این فراز رو میذاره باید که بره معاینه کنی این چایی که خرابه. این کار نمی کنه آقا. در این کشور آمریکا آمدن قانون نوشتن، در قانون اساسی اصله دست مردم، اساسا سازندگان سلاح مردم هستن. چه کسانی اصله اینجا رو میسازن؟ وینچستر هست و براونینگ هست و نمیدونم کمپانی های دیگر هستن، هاپومه بوده مثل نوستروپ هست و جنرال الکتریک هست و جنرال موتورز هست و اینا هست. اینا مردم هستن کنترات میگیرن از دولت ارتش اصلا نیستن. هیچ کسی نیستن اصلا از دست مردم خارج بکنن به جهت این که اصلا که چند دلیل داشت
اینکه اون که کسی نتواند اینجا کودتا را بیاندازد و استبداد بیاورد، مردم از حقوقشون دفاع بکنن. دولت حق گرفتن سلاح، اولین کاری که این استبداد گرم میکردن حل سلاح عمومی، موش بعد از موش. یک دهاتی بدبخت، من شاهد قطعه بودم، یک توفان بیچاره بدبخت توی این کوه ها بکنم، گرد بود و براز بود و نمیدونم پلنگ بود و روز بود، اینا یه نتنجی از عهد ناصر دینشا این بدبخت رده بود زیر این پالان اولاغش اونجا که این یه گردی چیزی شبیه یه خودش دفاع بکنم، ناخونی هم باباره میکشیدن از در از زیر بگیرن تو غمید خوشقان کردی علیه دولت بخوای اقدام بکنی. چنین میشود که در یک سیستم استبدادی مردم به خلع سلاح میکنن، همه سلاح رو جمع میکنن تو یک انبار. شریف کسی که همون آقای پرسی وقتی هم میخواد فرار کنه میره دست دوز بعدی دیگه رو در میره دیگه، اون دوز بعدی میگن همه اصلاحه داره مردم ایچی خودتون دفاعی ندن، مردم ایران قد دفاع نبودن. آقا بهترین تفنگارو در خود ایران یا میساختن بارود ریکن تفنگ در خود ایران ساخته میشن ندان قاجاره. وقتی که آمدن گفتن آقا دوزار بسیار شدن، مصطفی از ممالک دست میکنه جیب 500 تومان بذار شما بایم بذارید بریم بازار تفنگ بخریم با دوزار مبارزه کن. شما نگاه کنید از تو ستارخان و بازارخان اینا همه تفنگای نو یا مکنج انگلیسی دستشون هست یا نوغان روسی، بعضی وقتا مناظر دارن سوزن به آلمان آزاد بود. آقا از پیسو من بکن کسی نمیتوانست مرکز قد زور به مردم بگه از مردم مسلح باشن. مردم جی از سر شما جمع کن 100,000 تا شو یه پوست بردلت همه را اسیر بکن. باری در این زندان هر بی شود که عرض کردم این ذهنیت چاپلوسی و نکبت گسترش پیدا میکنه، اینا شروع میکنن عرض بکنم از یکدیگر رذالت رو یاد گرفتن. بعضی وقتا هم سله سحر یه صدا تفنگ بلند میشه میرن که میرن حسن تیرگارون کردن اینها، چون اینها جان خودشون رو متعلق به خودشون نمیدانن و متعلق به رئیس زندان میدانن، خوشحال هستن که اینا رو نبردن بکشن. هیچ کس اعتراضی نمیکنه، هیچ کس معترض این نیست که چه بود اینو تیرگارون کردن، برای چه کشتن بیچارن؟ به خاطر یه اعلامیه جلش بوده و اون دوز بزرگ مخالف بوده، در عقیده کاری هم نکرده. چی شد این فرود پولادزن؟ چی شد آقا این مرد کجا رفت؟ چی شد آقا هیچ خبری نیست؟ آقا هیچ کسی نیست؟ آقا این مرد چی شد؟ آقا من با این مرد مخالف بودم در نوع بیان کارهاش و اینها، اما یه مرد بود، یه انسان بود، ایرانی بود، میشناختن همه آقا رو، میمد برنامه تلویزیون اجرامی که کجا رفت این فرود پولادزن؟ هیچ کنم از ما نمیدیم بگیم آقا چی شد این بابا کجا رفت؟ آقا این موضوع این نیست که من از خوشم یاد خوشم نمیاد. قضیه اینجاست که برای ما ذهنیت زندانی داریم، برای ما فرقی نمی کنه، خوشحالیم که خوب شد ما رو نکشتن، الحمدلله رب العالمین، دختر یارو بردن تجاوز کردن کشتن، خوش دختر ما رو نبردن الحمدلله، یه حس خوشحالی هم می کنیم ما. تو ذهنیت ما ذهنیت زندانی و حسیده ذهنیت آزاد نیست، ما آدم آزاده نیستیم متاسفانه، نمگمه اینگه کردیم ولی جدی پای قضیه آزادی نیستادیم. هیچ تموم شد رفت کارش، این بابا رو بردن گرفتن کشتن زدن، هیچ چیزی تو تموم شد رفت کارش، یک کسی صحبت نکرد، یه بیدم خوشحالم هستن من دیدم فلان فلان شده فلان جور حرف میزد. آقا این قضیه دیگری، اگر فلان جور حرف میزد یه قضیه دیگری. این که میشود از جامعه ایرانی یک کسی رو برد و کشت سجید کسی اکثر عملی انجام نمیده و خودشی که ناراحتی قلبی واقعا صمیمی ابراز نمی کنه، این اینجا فاجعه است. واقعا همون داستان ذهنیت اسارت و زندان از اون میستر شده چیزی. این آقا به من 100 تا فحش داد، رکیکترین فحشا رو داد، اما این داستان دیگری هیچ ربطی پیدا نمی کنه از یه اصلی که من گرفت از اصلا مطرح می کنم. یک زمانی آمدن در این مملکت گفتن آقا اینجا باید قانون حکومت کنه، قانون
زور دوران زور و استبداد گذشت. آها اینا میبینید این مجلس مقدس شورای ملی برای قانونگذاری برای این مردم، روزنامه آزاد شد، یه کسی پیدا شد شروع به قلقند کردن، اهمیت دارم میاره حرف نزن. یه کسی دیگه اومد گفت که میخوام ببرمتون در کلان دروازه بتون نشون بدم. خفه کی؟ روزنامه نگار غلط کرده، روزنامه نگار نویسنده بی خود کرده، یا من اینجا هستم. ما باید که امروز گروه گروه رجال سیاسی میداشتیم. آقا ثروت حقیقی یک کشور رجال سیاسی اون مملکت هست، نه نفت و نمیدونم گاز و نمیدونم چی چی در نتای زمین هایی نتن سندم کجا میگولن. یه اورانیوم هم هست، خب هست، یه منظور که رفتی داره کار طبیعت بوده کنم. ما چه آوردیم؟ نیاز جامعه چه چیزی؟ آدم های نوکر که ذهنیت نوکری دارن و بردگی و بندگی، همیشه نگرشون به این هست که کجای سواقداری پیدا کنن، هر کنن که به تعظیم کنن. مرده یه تکریم و تعظیمن بعض آدم ها، وقتی کسی پیدا نمی کنن دستمال پهن کنن ناراحت میشن. آقا چیا کسی پیدا نیست ما دستمال به کار بندازی؟ ای آقا قرن 21 بابا جان، یعنی کوچکترین حقی برای مردم قائل نیستن که این مردم بیچاره ایران 2500 سال اصیل اساسا خوشنشینن. این مردم در این سرزمین بودن به زبان فارسی صحبت کردن، هیچگونه حقی در هیچ مورد این مردم بیچاره نداشتن، تا حق حیات نداشتن. حیات ما چند شبی درز میکردن با آقای مهدی، اگر بنده زنده هستن به این برن که پدر من زنده بوده، پدر من ممکنه به حسب شانس یا خود بنده به حسب شانس زنده مونده، ممکنه سر راه دیکتاتوری قرار بدیم کاری بکنه ما رو بکشن. یعنی این حیات فیزیکی ما هم به حسب شانس اقبال بوده، ما دارای حق حیات نبودیم. شانسکی زنده موندیم آقا، حق مالکیت این سرزمین از این مردم گرفتن دو چند هزار ساله، به این بیچاره مردم عادت کردن. شما میگه حق اینا، شما بگویید آقا فلان حسن آقا سر گردنه رو گرفته بود، نمیدونم زده بود اولاق یارو کشته بارش بود، اعظم مردی آدم فلان فلان شده بود، یاقی بوده یعنی آقا فلان کس که در فلان جا فلان کاره هست در این اداره 100 میلیون دزدیده بلند کرده، خب لابای حقش بوده. میتونسته دولت هدیه رئیس هم یعنی آقا محمد خان 27 هزار چک کرده باید شاهد یه شاهد که میتونم این کار رو بکنم. واقعا مایه نمیدونم چی بگم خدمت شما، هر جام یک حقانیتی باشه و سخنی که راهی به آزادی داشته باشه و منافع ملی داشته باشه خفش بکن سانسور خوش به جهت این که از زمین استبداد اجامر بسیار پیدا میشن، اجامر و عرازل. این جهت نیست این کشور به اینجا رسیده. همه تن گرامون فکر کنید که این آمریکا کار کردن این مردم، بار مسئولیت این خاک بزرگ این امپراتوری بر دوش مردم این سرزمین بوده که آباد شده، منتظر نشدن فلان چماقدار یا براشون جاده بکشه، خودشون کشیدن جاده چماقدار تو سر چماقدار بخوره با چماقش هر دوش مهم برن جاده چماقش تو خودش کشی ببر به زبانیزان تاریخ. اینا رو ما نمیتونیم بفهمیم، یعنی اینا سخن هم نیست همه کسی بفهمه. از گردم در اون لبخند قاره افلاطون منظورش این هست که کسی که حقیقت رو ندیده سایه رو حقیقت دیده هرگز از دیدن حقیقت باورش نمیشه بهش نشون بده، تصوری ازش نداره. آقا گذشته قرن 21 هستیم، ما دو سال دیگه چه چیزی هستیم؟ کجا رفت عرض می کنم که این داستان ها و مربوط به آزادگی آزادی و شجاعت و دلیری و نمیدونم این همه سخن ها گفته شده؟ اینا حقوق اولیه ایرانی، ایرانی نه دانش تو دست بده، ایرانی زندان بزرگ 70 میلیون با همین ذهنیت گرد کرد.
امنیت این نیست که شما بگیری همه رو بکشی به دار بکشی فلان کنی که تصمیم زده به وحشت کنی. امنیت آن است که هر کسی گمان کند دارای حقی است و میتواند از اون حقوق شخصا دفاع بکند در سایه قانون. اون امنیت واقعی است. در این سرزمین ما نبوده دوری که یه جز وحشت خوابشون نبره بیشارا. هموشی یه گوری بودن که از وحشت شما خوابشون از وحشت دولت. کسانی امنیت داشتن که خودشون این کاره بودن، یعنی هر کنن کنار دست شما شما های کچکتری داشتن اونا هر کنن که بعدشون بسر بود. نگه میشه آزادی و حیثیت انسان رو محاسه کرد با جریان پلیسی و نمیدونم این مزخرفات راق و فلان این داستان ها. اینا به چیزای مادیه، اینا هر جامعه میتونه رو به دست بیاره. کنترات دیدم میتونن آقا پولم که بوده این که منتی هست چه داستانی گرفتاری ما یکی دو سال نیست. من هر موقع من خدمت شما از اشتباه که گمان میکنم این آخرین جلسه هست مثل آدم محکوم به اعدام چیزی میدن هر که دست از جان بشون بیاد هر که در دل دارد بیاد داستان بنده است بسر شما. هر موقع میان دلوی دوربین گمان میکنم جلسه آخر هست یه بعد از این جلسه نخواهد بود. این هر که داریم باید بیان کنیم باید که گفت تنها مصلحت ما بازگو کردن حقایق مربوط به این مردم و خود ما هست. نه از کسی دینی هست، نه از کسی مصلحتی هست، نه باید به کسی میدهیم خدا هم باید میدهیم به الله مجید و ما لاغل به شما ثابت شده. انسان در زمین آزادی و آزادگیش به خدا نباید باید بده. آقای خانم فیدن حالا من داستانشو نکنم دقیقا چه بوده، یه جای گفته خدا یقه که گرفتن آقا خدا چی بود گفتی؟ در حالی که مردم آمریکا میدونی مذهبی تر مردم هم نوار داره میدم اول شده به خدا اعتقاد دار. اما جای خدا در کار مردم نیست. اون چی مربوط به قبر هست و نمیدونم روتیل جهنم هست و شاه زیل هست و نمیدونم فرشتگان هست و این زهر مارای مزخرف جاش اینجاست. اون چی مربوط به کار مردم هست و دولت هست و زندگی جدید هست جاش اینجاست. جایی نداره این هست کنن که خدا در کار روزمره و کار مردم و دولت و قانون این حرفا. احترام خدا و یه چیزی باید کنن که بعض اوقات اینا این هم به شخصی و فردی این به جامعه رفت نداره. باید بخواد صحبت بکنه بسم الله الرحمن الرحیم نلجین یا قضون هم ازم چی آقا برد دنبال کار زندگی هست هر فتر بزن چی میخوای بگی برای مرده چی کردی میری ببینی که سوی از چند هزار دزد سرگردان بدتره. ما اصلا تعریف دزدی را کشور ما عوض شده. آقا یه نفر یه بز میدوزید میزد به کود ژاندارمان از محاصره میاد چیکار میکنه داریم یاقی میگیری. حالا از طرف گرسنگی بود هر چه بود نمیدونم کار من انگور دزدیده بود یه بزخاله دزدیده بود هرچ یه ابو تفتقی هم دستش میدونم سفنگ مال عهد بوفت اصلا کارم نمیشه یاقی زده به کود. ولی آقا که نشسته بود اونجا رئیس کار بود و رئیس کل مملکت بود و هست و اینا چپاول میکنه بهش نمیگیم دزد. خیلی خیلی داستان عجیب جالبه برای ما. یعنی باید این مطالعه بشه آقا این دوزی باید تعریف بشه. هیچی تعریف نشده تو زبان فارسی. دوزی یه جوه بسیار خوب و پسندیده هست یه جوه خیلی زشت هست. تجاوز یه جوه بسیار بد هست اما یه جوه بسیار خوب هست. آقا مگه نیست هم چیزی؟ هنوز تو مملکت ما قانون نیومده. امروز قانون علی خامنه‌ای چوبابزاره او هست. قانون قانون خدا این آقا نمانده شد. گفتیم سخن پایون ندارد ای جواد اینجور به فرمه جید موسیقی بشنیم برم یه خدمت شد. این هم به حبیب الله قدیم منصور سارمی از جهانگیر ملک شفت دارند و قسمت هایی را در مایه دشتی اجرا می کنند. Thank you.
فراموش نکنیم که کسانی در گسترش این معنویت زحمت کشیدن و چه هنرمندان بودن، دیگر اینکه این فضا نشکند، این فضا این برنامه نشکند. بارها ما بحث کردیم از سری ماجرا با مهندس شاگرد که گرامی و دوستان دیگر که تبلیغات کنند باشد اینها، و درک کردم هرگز بنده نخواهم خواست که تبلیغ بشه و در بین این برنامه که فضای این برنامه ناگهان از حکیم توس متوجه خیارشور رو نمیدونم فلان صدف و اینها نشه. باری در باب امنیت عرض میکنم کسانی که از این طریق امنیت میابرن، یعنی به زخم شماغ و چوب و زنور و اختناق و شکنج اینا، بیشترین پاسداره نگهبان خود همین آقایون هستن. یعنی که خودشون از ترس مردم هست امنیت ندارن. این آقای استالین، حالا از مرد ایران هم حکم زدیم و اینا، از آقای استالین هر سمت یه سویت گذاشته بود. به پارانویای ترس از مردم دچار میشن اینا. همین علی خامنه ای میگن نمیدن بیجه داره فقط چاقوکه سر اختیار داره، میگن نپو و نیپو و اینا رو تو من نمیدن چی هست داریم که بقید این آقا رو نگهداری کنن. از کی؟ از ترس مردم خودش، از ترس مردم. در تعریف تفاوت ارز کنم که دیکتاتور و شاهنشاه یا پادشاه، ارز کنم ارسطو میگوید که این دیکتاتور فهم کنید محافظین دیکتاتور، محافظین پادشاه به معنی خاصی کلمه مردم هستن، داوطلب نه برای مزد، اونو نگه میدارن. دیکتاتور اما مزدور پول میده نگهداریش کنه، به مرگ خطرم میشه الفرار. یعنی اینها که اینجوری امنیت میارن، اولین چیزی در نظر میگیرن راه فرار که چگونه سریعتر میشه فرار کرد. هلیکوپتر مدر جت های میدونم عمود رو از سطح مردم. هر فرار به جاهای دور، در خیلی جاهای دور با پولای محکم در بانکهای بیگانه، که یه وقت اون مردم امنیت ما رو به خطر انداختن، الفرار کنیم و اون رو به خوشی و خرمی بگذرونیم. نگاه کنیم به تاریخ آقا، مردم یعنی که تعریف داد که این تاریخ مثل آینه جلوی ما، اعمال کرداری همه اینها رو با میشناسه، اقلا این فضیلت رو ندارن که بایستن آقا من اینجا ایستادم، من کشتم زدم خوردم در این مملکت، حالا که مربکه من اینجا میمانم تو همینجا بمیرم، حداقل بگم مرد جلیری بودی، من معتقد بود که این آدم کشی هاش. همین آقایان آخوندها بنده هیچ شکی ندارن، تردید ندارن که همین آخوندها هر کنن مکنهایی برای خود در نظر گرفتن، رفت با پول هایی که دوزیدن یه روزی فرار بکنن و خورش نگم بکنن. خب از این امنیت بگذاریم، فراموش نکنیم کسی که آمد مغلطه امنیت رو با آزادی در این ترازو گذاشت، یا سخت آدم نادانی یا اینکه سخت آدم فریبکاری. معامله نمی‌شود کرد آزادی و حیثیت انسانی و حاکمیت قانون در مملکت با قضیه امنیت مستبد. خب برویم بر سر داستانی که بیشترین مباحث رو در میان داستان‌های در روزگار قدیم آمده، این داستان از کنم به وجود آورده و این مطلبی در باب فردوسی سکوت برقرار بوده بعد از اینکه استاد توس از این جهان رفت، کسی که سند مالکیت این ملت رو به ثبت رساند. در محضر معرفت و نبوغ فردوسی بود که حقانیت تاریخی ملت بزرگ ایران
سرد رسید و سند مالکیت این سرزمین به نام این مردم صادر شد توسط استاد کوه در خراسان. زنجان خراسان و خان مقدسی است این جمعی هست. بعد هر می شود که مخالف او بودن، دستگاه های دین، دستگاه های حکومت، بیگانگان بودن، اینها نظامی قریب 150 تا بعد از فردوسی این داستان را آورده چون شنوده بود و بیشتر مطالبی که اینجا آورده ضمن شیرینی بیان و متانت قلم اما درست نیست. خدمتتون میخونم ببینید چه میزان وقتی بسن رویت. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغیل توس بود. دهاغیل یعنی از بزرگان توس بود. این دهگان و دهگان از کردم معنی دیگری داشت. بزرگان کشور یک سون شد که چیز ساله و دهخان رویتی می فرماید. صاحبان زمین بودن، از اشراف ایرانی بودن، دانایان تاریخ، اینها خصلت های دهاغین بود. و بعد که از کنه این تکتیات غزنوی آمد و مالیات بسیار بسیار سنگین به زمین داره تحبیل کرد، در طرفی تبدیل شدن به کشاورزان ساده و فقیر. واژه دهخان هم امروز از کنم که دهخان فقیر و ساده اطلاق میشه، اما دهخان معنی دیگری داشت. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغین کوس بود، از دهی که اون ده را پاز خوانند یا پاژ، و از ناحیت طبران است. بزرگ دهی است و از ده هزار مرد بیرون آیند. امروز نمیخوام به نمیسیم به قلب امروز میکنیم که جمعیت این قریه هزار نفر هست. نظامی میگوید از این دی هزار مرد بیرون آوید. فردوسی در اون دی شوکتی تمام داشتن که به دخل اون یا از امثال خود بینیاز بود. شوکتی تمام داشت یعنی که وضعیت رکابانی داشت و صاحب زمین بود. از این میگفتن زیلا و خوخار یعنی ملک و زمین و اسباب خانه. به دخل اون زیا یعنی بخاطر درآمدش از زمینی که داشت، ملکی که داشت، از امثال خود نیاز بود و از عقب یک دختر بیشتر نداشت و شاهنامه به نز همین کرد و همه امید و اون بود که از تله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. خب ببینید این افسانه‌ای که دایر شده ذهن نظامی رو خراب کرده، متوجه نشده که چه تناقضی رو داره اینجا می‌نویسه. اگر فردوسی شوکتی تمام داشت و صاحب ضیاع و عقار بود و به واسطه مداخلی که از این زمین‌ها داشت و از امثال خود بی‌نیاز بود، چگونه نمی‌تونه شخصی مختلفش رو تهیه بکنه که بیاد حالا من ببینید اینها دروغ های سر کرد و قرنشین چون تو اصل جدایی قرن جدایی شعرها هست شعر درباری این چیزا در ذهنیت اینها بود که حتما داره که باید پولی هم گره. خب و همه امید او اون بود که از تله اون کتاب جهاز اون دختر دو سازد. 25 سال در اون کتاب مشغول شد که اون کتاب تمام کرد. الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رساند. ماء معین همون آب بهشت است. در شیرینی و لطافت و زیبایی و درخشش اینست که سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت یعنی در شیرینی به ماء معین رساند. و کدام پر را قدرت اون باشد که سخن را به دین در گرفاند که او رسانیده است. در نامه که زال همین نویسد که سام نریمان به مازندران در اون حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد میگوید یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد و از او باد سام نیرم درود خداوند شمشیر و کوپال و خود کماننده چرمه هنگام گرد چراغننده سرکس اندر نبرد فزاینده باد آورد گاه فشاننده خون ز ابر سیاه به مردی هنر به هنر ساخته سرش از هنر گردن از ساخته.
این رو در ادب میگویند صنعت مماثله، از آینده گاز آورد گاه فشاننده، خون زبر سیاه شماننده، چرنه هنگام گرد شراننده، چرچخم در نبرد عجب تصاوید. چرنه معنی هست سفید هست، هنگام گرد یعنی هنگام نبرد، شماننده چرنه هنگام گرد شراننده، چرچخم در نبرد فضاوزنده باد آورد گاه فشاننده، خون زبر سیاه به معنی هنر در هنر ساخته، درش از هنر گردنه ساخته. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم بدون شک نگه یوقا این از قرآن بسیار فصیح‌تر و بزرگتر این کتاب. این بسیاری را دیکتی اقشه گرفتن من قرآن شریف رو نگفتم که البته آیت فصاحت هم قابل قیاس نیست، نمی سنجه. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم چون فردوسی شاهنامه تمام کرد، نساخ او علی دیلم بود و راوی ابو دولت و حی قتیبه که گاهی اوقات حسین هم گفتن و حی قتیبه که عامر طوس بود و به جای فردوسی ایادی داشت. نام این هر چه بگوید در این نام از نام داران شهر، علی دیلم و بودلوف را بر نیامد رو دختم تشون بهرم، یک از کنگ رختم تشون زهرم. حید نخوشین بست زازادگان یا حسین خوشین بست زازادگان، که از من نخواهد سخن رایگان، نیم آگه از سخر خراش، همین خلصه من در میان دواج جلسه عبیات بعدی رو نیاورده، کجا مرد فرد را مستد و مرد است، نشستنگه فضل بن احمد است. فضل بن احمد استرایانی که در واقع سخن گفتن وزیر سلطان محمود. جلسه نظامی اطلاع کافی و وافی از ماجرای فردوسی و مناسباتش با فضل بن احمد نداشته و همین جهت اون بیت مربوط به فضل بن احمد رو نیاورده که داستانی که ساخته یا به گوش او خورده اینجا کاملا عقلی و منطقی جلو بکنه. خب حی قتیبه عامل طوس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرون هاد، لاجرم نام او تا قیامت بماند. عامل طوس بود، خب از که بودیم هنوز این لغت بکار میدن، میگفتن که مثلا حسن قلی عامل قندشکره، یعنی از طرف دولت این معمولیت رو داره که بره قندشکر بره مردم توضیح بکنه. عامل طوس بود یعنی مأمور دولت بود از طرف محمود که مالیات جمع بکند. نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. خراج این که خیلی سنگین بوده که فردوسی شکرگزاری میکنه از این دو نفر میداد از من مالیات کم میگیرن و به راحتی میآرامم. دواج به معنای بستر هست، لحاف. بله خب هر شبه که لاجرم نام او تا قیامت بماند. راست گفته استاد سوس در 4-5 ثانیه قلم رو به حرکت آورده، نام این بودلف و این حسین قتیب و از کنم که اون وزیر سلطان رو آورده و اینها رو تا قیامت جاودان کرده است. 4 دقیقه فرمودن. بله و پادشاهان همی خوانند پس شاهنامه، علی دیلم در هفت مجلد نبش و فردوسی بودلف را برگرفت در روی به حضرت به حضرت نهاد به قزوین. و فردوسی بودلف را برگرفت یعنی با بودلف که عامل خراج بود اینا با هم به طرف قزوین به راه افتادن برای خدمت سلطان. و از طرف که علی دیلم هم در هفت مجلد این شاهنامه را نوشته بود آماده کرد، فردوسی با از طرف که بودلف راست دادم به طرف قزوین. روز حضرت قزوین بر نهاد و روز حضرت نهاد به قزوین و به پای مردی خواجه بزرگ احمد حسن کاتب عرضه کرد که حالا احمد حسن می نویسن که منظور همون احمد حسن هست،
در روزگاری که شناسنامه نبود میگفتن احمد حسن، یعنی احمد پسر حسن. این خواجه احمد حسن میمندی مشهور است. این مرسیسی که بعد از این که فضل ابن احمد رو به زندان انداختن و انباشی گرفتن، که مرد ایران دوست بود و دیوان رسالت رو و اساسا این دایره چگونه ارز کنم نویسندگی رو یا دبیرخانه پادشاهی رو به زبان فارسی میکرد، یعنی نامه به خلیفه می‌نوشتند به زبان فارسی، این حاجی احمد حسن میمندی وقتی آمد به زبان عربی کرد. این معنی در عربی فارسی بسیار مشهور است. خب از که از قبول افتاد و سلطان محمود از خواجه منتها داشت، اما خواجه بزرگ منازعان داشت. یعنی این خواجه احمد حسن که پیش سلطان محمود وزیر بود، سلطان از اون منتها داشت، یعنی زیر بار منت او بود، بسیار خدمت کرده بود و میگوید اما این خواجه بزرگ منازعان داشت که تخلیق در قدح جاه او میانداختن. تخلیق یعنی بدگویی کردن، پشت سر کسی، ذهن کسی رو خراب کردن نسبت به کسی. خاک تخلیق در قدح جاه او میانداختن، یعنی که سلطان بدگویی خواجه احمد حسن رو میکرد. محمود با اون جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم. گفتن 50,000 درم و این خود بسیار باشد که اون مردی رافضیست و معتزلی مذهب و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. و البته اینجا لازم است صفت هموطنان گوزی بدن که علم کلام که به وجود آمد در کل منطقه، اینا با استفاده از فلسفه یونان علم کلام رو ساختن. مطالبی در باب منشأ و محاض و ذات باری تعالی و صفات او و عرشبت که قضای جبر و اختیار و این قضایی ها که قضای فلسفی به حساب میامد، اینا علم کلام در باب اینا صحبت میکنه. این چند شعبه بودن، یکی از این گروه معتزله بودن که مبتنی بر اندیشه های خردگرایانی معتزلیان هست که از این فلسفه به وجود آمد. اساسا اینا بر این بودن که انسان در اعمال خود مختار هست. اگر ما تصور کنیم که انسان در اعمال خود مختار نیست، بنابراین این داستان روز قیامت که از کنم که داستان معاد هست و پایان گیتی هست و داستان ترازوی الله مدینه و اینها همه معمل خواهد بود. اگر انسان مجبور باشد به اعمال و اینها رو از کنم که مشیت الهی سرکش میگیرد، اساسا موضوع عدالت الهی بیمعنی است. یکی از صحبتش این بود، یکی دیگر اون بود که از کنن که این صفات قدیم هستن. مطلب دیگری که میگفتن این هست که خلاف مشبهه که میگفتن خدا به صورت جسم است و میشود او رو دیده لنس کرده، اینها خدا رو نمیشود دید، خدا دیدنی دید. به بینندگان، یعنی با دو چشمت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. اولا گفتن که این معتزلی و این سلطان محمود، البته از کنن که عرض کردم ایرانیان در کار دین اینا متأثر نبودن. روزگار سامانیان رو دیدیم که چگونه علم گسترش پیدا کرد، در دربار جیلمیان نه همچنین بود. این آثار مرکزی ها که من اسم مجازیشون رو نمیبرم به جهت این که ممکن است بعض هموطنان دوست نداشته باشن، اینها آمدن تعصب اینها آوردن، قبایل قوز و نمیدونم قراقالپاق و از میکنن که خلقی و هر سبت که اینا بسیار بودن. اینا چدا میابردن برای هر سبت که بردگی و اینا، بعد رفته رفته اینا مقام میزدن به مقام سفه بودی میرسیدن، بعد کودتا میکردن. این اسم مثل پدر همین و هموش و اینا متأثرین در اندگین بودن، میکشتن مخالفین رو مهلت نمیزدن، معتزلی رو میکشتن، قرامت رو میکشتن، شیعیان رو میکشتن. اینا خودن یقا معتزلی رافضی و معتزلی هم هست. بله خب بعد اینجا اون چنده که معروف را آورده که سردمند گیتی چو دریا نهاد، یعنی خداوند برنگی ایسته موج از او تون با چستا و کشتی در اون ساخته، همه بادمانها برافراخته، یان یکی خوش کشتی عروس برا آرافته، همچه چشم خروس پیامبر به دو اندرون با علی همه اهل بیت و نبی و وسی. این چند اگر زیدین در آیت گناه من است که این دانو
این راه راه من است، این ابیات هم که مورد نظر هست و باره رو صحبت کردیم آورده. و سلطان محمود مردی متأسف بود و این و در او این تحریف بگرفت و مسموع افتاد. در جمله 20,000 درم به فردوسی رسید، سخاوت رنجور شد و به گرمابه رفت و بر آمد فقایی بخورد و انتی میان حمامی و فقایی اسم فرمود. فقا یعنی آبیدو، اینجا فلت شد شده هر رو با تحکیب نوشته فقا دستی به قاپیات از کنم سیغه مبالغه است، یعنی آبیدوستاز، کسی که شغلش آبیدوستازی. میگوید که افتی آمدن در بدگون کردن این تحریم در او بگرفت و مطموع افتاد و گفت به جای اون 50,000 درم 20,000 درم به روشه بقایت رنجور شد، رفت به حمام و یک آبیدو خورد و بخشید به حمامی و آبیدو فروش. این نشان میدهد که چه میزان فردوسی در نظر از نسل‌های بعدی بزرگ و بزرگواه جلوه کرده بود. این داستان رو به اون نسبت دادن و میزان بخشید و اون سین میان حمامی و فقایی تقسیم فرس فرمود. سیاست محمود بدانست به شد از خزمین درد و به هرا یعنی هرات به دکان اسماعیل وراق پدر ازرقی فرود آمد. این در پدر ازرقی سرنش در این است که ما ازرقی رو میشناسیم و میشناسیم. ازرقی شاعر بود و از سبت که میگوید که سیاست محمود بدانست، میدانست که وقتی محمود بشنوه که فردوسی سلهی که به اون داده است رفته به حمامی بخشیده به باب به فروش، اصلا تحقیمش میکنه. این است که بلا فاصل از قزوین بیرون آمد و به حرا رفت، یعنی به حرات رفت در منزل اسماعیل به ورناق پدر از رقی شاهر. ورناق کسانی میگوین که در کار کتاب بودن، کتاب رو می نوشتن، گفتن کلنگت ورناق از کتاب رو هم می نوشتن. این شغلی بود، کتاب فروشی و ورقی شغلی بود و نساخ، یعنی کسانی که نسخه نویسی میکردن کتاب رو نویسی میکردن. خب این داستان رو در اینجا نگه داریم هموطنان گرامی و بزرگوار تا هفته آینده که دنبال برنامه رو خواهیم گرفت. این داستان شیرین از نظامی عزیز سمرقندی با سپاس از واسطان گرامی در اتاق فرمان و سپاس از همه شما هموطنان بزرگوار در هر جدیدی هستیم و همزبانان بزرگوار در هر جدیدی هستیم. تا برنامه دیگر از ما خدا بیدون درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده بار آزادی. سلام من